Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiri Sure-i Abese. İtab ve serzenişi Allah Subhanahu ve Teala ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der hakkı İbni Ümmü Maktum ve mühim bedeni Kur'an-ı Kerim. Allah Subhanahu ve Teala me farmayad. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevalla. Çehre derhem keşid ve ru gardonid. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem be khatiri daveti buzurgani az kafiran ruyeshan ro be suyi onha gardonde bud. Yani be savali nabina gush na andokhtan. Herçend ba u dar ghaybi onan ba mehribani خطاب نمود ان جاءه الاعمى از اینکه نابینا نزد او آمد یعنی به سبب اینکه شخص نابینا عبدالله ابن مکتوم بود به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد گویا به تشفیق و مهربانی و رحمت گفته شده این مسکین نابینا پرسنده علم است و تو از وی رو می گردانی و ما یدریک لعله یزکا تو چی می دانی چی بسا او با تقویداری پاک بشد یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم چی می دانی شاید این نابینا برای آن آمد تا به وسیله رهنمایی تو از گناهان و با علمت از آثار نادانی جاهلیت خود پاک شود او یذکر فتنفعه الذکر یا پند می گرفت و این پند به او فایده می داد یا شاید او از سخنت پند بگیرد فایده گیرد به آن چی می شنود عمل نماید بله عمل به طاعت است و به یاد آوردن و ترک محرمات می باشد و هر دو با هم تقوا را تشکیل می دهند. اما من استغنا اما کسی که توانگر است یعنی اما کسی که با مال و ملکش با دنیای خود از رسالت تو دوری می جوید در شهوتش فرو رفته است در مخالفتش ادامه می دهد و به رسالت تو پروای ندارد فأنت له تصد تو به او رو می آری و در هدایتش به او تهیه تقدیم می داری او روگردان است و تو به او رو آورنده هستی او در گمراهی فرو رفته است و تو بر هدایتش سعی و کوشش میکنی و ما علیک الا یزکا در حالی که اگر او خود را پاک نسازد بر تو تکلیف نیست یعنی اگر از گناهش پاک نشود بر تو ضرر نیست تا به آن سبب بر هدایتش حریص باشی بنابراین او را تا وقتی که سرکشی میکند و هدایت را ترک مینماید در پلیدیش رها بگذار و اما من جاءک یسعى ولی کسی که شتابان نزد تو آمد اما کسی که با سعی کوشش در طلب هدایت به نزد تو می آید و در حالی که جوینده علم طالب حکمت و حریص بر دانش دینی است به حضور تو می رسد و با تو و دینت محبت می ورزد و هو یخشا در حالی که خدا ترس بود یعنی او از عذاب پروردگار می ترسد و ترس پروردگار سبب شده است که سوال کند تا حلال را بداند و به آن عمل کند حرام را بشناسد و از آن پرهیز نماید بله با ترس الهی می توان نجات را به دست آورد.
فأنت عنه تلهى تو از او غافل شدی یعنی با وجود که او با رغبت قلب با نزد تو آمده است تو با دیگر مشغول می شوی سوالش را پاسخ نمی گویی و سخنش را نمی شنوی و با کسی که پشت گرداندهی و گریزان است به او می پیوندی کلا اینها تذکره هرگز چنین مکن بیشک این آیات پنده است یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز به مانند این عمل دوباره انجام مده زیرا آیات های الهی موعظه و نصیحت است و بر تو لازم است کسی را موعظه نمایی که از آن فایده مند شود فمن شاء ذکره هر کس بخواهد از آن پند میگیرد یعنی هر کس دوست دارد که از نصیحت های قرآنی بهره مند شود چنین کاری را انجام دهد یعنی خود را با وحی پیوند سازد رویش خود را با دین راست بگرداند و با عمل صالح از علم فایده‌ناک فایده گیرد فی صحف مکرمه در صحیفه ها نوشته های ارزشمند چون لوح محفوظ ثبت است یعنی این نصیحت های قرآنی در صحیفه های قدرمند مقدس با آب محترم نوشته شده است زیرا کلام پروردگار بزرگ می باشد مرفوعت مطهره در منزلت بلند پایه و پاکیزه یعنی در اصل و منزلت خود بلند مرتبه و از ناپاکی ها پاک است چون آن را جز پاکیزگان کسی به دست نمی گیرند لمس نمی کنند معنایش از فواحش از پلیدی ها پاک است که در دست نویستگان یعنی از فرشتگان است یعنی به دست های فرشتگان است که میان پروردگار و پیامبرش سفیر هستند قرآن کریم را برای رسول الله می رسانند آنچه را برمی دارند حفظ می کنند آنچه را می شنوند به صاحبش می سپارند فرشتگانی گرامی و نیکوکار فرشتگانی که در نزد پروردگارشان بزرگوار و دارای عزتند از امر او تعالی اطاعت میکنند از نهی های او تعالی دوری میجویند از گناهان به سلامت مانده اند و از آثار عیب ها رهایی جسته اند